بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا زوجت ولی الله، السلام علیک یا ام العباس ابن امیر المؤمنین. ای دلت بند امیر المؤمنین، رشته های چادرت حبل المتین، مادر ماهی و خورشید زمین، ای کنیز فاطمه ام البنین. یک رباعی داشته دیوان تو، یک رباعی داشته دیوان تو، چار گل روییده بر دامان تو، چار گل خواندیم بر قرآن تو، چار قل خواندیم بر قرآن تو، همسر شیری خود شیرآفرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و کسانی که ما رو از شبکه جهانی هادی تیوی نظارگر هستین. امیدوارم هر جای این کره خاکی هستین در صحت و عافیت بوده باشین. با شما هستیم با برنامه به وقت بیداری، مهمان شما عزیزان هستیم از شهر مقدس نجف اشرف، از جوار بارگاه ملکوتی آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. عرض تسلیت دارم سال روز رحلت شهادتگونه بانو فاطمه ام البنین علیه السلام رو محضر آقا امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرزند برومندشان حضرت ابوالفضل العباس قمر منیر بنی هاشم، اخصن محضر ملکوتی آقا صاحب العصر و زمان، و به ویژه شما بینندگان عزیز و همه شیعان و محبین آن حضرت، انشالله که هر جای این کره خاکی که باشیم مورد شفاعت آن بیبی بزرگوار قرار بگیریم و دست شفاعتشان بر سر همه ما و شما قرار بگیره انشالله. در خدمت شما هستیم به همین مناسبت با ویژه برنامه‌ای حول محور شخصیت آن بانوی گرامی با موضوع ام البنین بانوی مدیر و ایثارگر در خدمت استاد فرزانه جناب آقای مطهری هستیم. استاد گرامی سلام علیکم و رحمت الله و برکات. علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستاندرکاران شبکه خوبی هادی تیوی، و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت رحلت جانگداز ام البنین بانوی بزرگ جهان اسلام، همسر بزرگوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این حضرت ام البنین علیه السلام محضر مقدس اهل بیت پیغمبر، خصوصا آقا امام زمان علیه السلام. و از خداوند میخواهم ان شاء الله به همه ما بینندگان محترم توفیق رهروی راه آن بی بزرگوار و اقتدای به آن حضرت را در راستای معرفت نسبت به ولایت و اطاعت و محبت اهل بیت علیهم السلام و ایثار و فداکاری در راه دین و ارزش‌های دینی را عنایت کند ان شاء الله در خدمت شما هستیم. تشکر از شما استاد گرامی از اینکه وقت خود رو در خدمتتون قرار میدین، کمال سپاس رو داریم. بله استاد گرامی، میشد به طور خلاصه و مختصر در رابطه با حول محور شخصیت حضرت فاطمه ام البنین و زندگی یک به صورت کوتاه در رابطه با زندگی و شخصیت ایشان برای ما یک توضیحی بدین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. حضرت ام البنین سلام الله علیها یکی از انسانهای نمونه متدین و پاکست که در
چندین پشت و نسل قبل از خودش به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله میرسه، یعنی از تیره پاک و طاهر، همونطوری که ما در روایات و در زیارات ائمه معصومین علیهم السلام داریم، در زیارت حضرت نبی مکرم اسلام، که اینها در اسلاب شامخ و ارحام مطهره نسلا بعد نسلین منتقل شدن تا زمانی که خدا مقدر کردن اینها به دنیا بیاین، آلوده بریجس و پلیدی و شرک و امثال اینها نشده. و همچنین حضرت ام البنین علیه السلام در چندین نسل قبل از خودش، نسلش منتهی میشه به نسل نبی مکرم اسلام، یعنی به اجداد نبی مکرم اسلام که همه از یک تبارن. بانوی بزرگواری بوده آن حضرت، که پدر بزرگوار ایشان کسی به نام حزام ابن خالد ابن ربیعه ابن وحید ابن کعب ابن عامر از قبیله یا طائفه بنی کلاب، طائفه بسیار شجاع متدین، معروف بوده به تدین اینها. آن حضرت در چنین خانه با مادر بسیار متدینی، در واقع خدا با آن حضرت عنایت کرده بوده، رشد میکنن و مو میکنن تا به اینکه خداوند سرنوشت آن حضرت را با زندگی حضرت امیر سلام الله علیه گره میزنه و وارد خانه حضرت امیر میشه، که بیشتر در خانه حضرت امیر و در ازدواج با حضرت امیر سلام الله علیه و بعد از آن شخصیت های آن حضرت، ابعاد شخصیتی آن حضرت به تعبیری دیگر، یا صفات نیکو و پسندیده آن حضرت بروز و ظهور پیدا میکنه. به تعبیری دیگر خانه حضرت امیر سلام الله علیه و زندگی با آن حضرت یا معاشرت حضرت ام البنین با اهل بیت علیهم السلام زمینه بروز و ظهور شخصیت حقیقی و صفات ملکوتی آن بیبی بزرگوار میشه، به گونه ای که طوری در واقع این صفاتش را پرورش میده، بزرگ میکنه، که میشه یکی از مقربین درگاه پروردگار عالم و یکی از اولیاء الله، در واقع که باب الحوائج مثل فرزندش حضرت عباس علیه السلام قرار میگیره. و در واقع خود حضرت که انه مدرسه ای میشه، که فرزندان را در این مدرسه در کنار همسر بزرگوارش امیرالمؤمنین و بعد از آن تربیت میکنه، که ما بعد از ائمه معصومین علیهم السلام در خاندان ائمه چنین افرادی هم مثل حضرت عباس علیه السلام و برادران بزرگوارش علیهم السلام که جزء شهدای کربلایان کم داریم، و این یکی از در واقع آثار و برکات وجودی حضرت ام البنین و شخصیت آن حضرت و داشتن صفات ملکوتی آن حضرتی که نمونش حضرت عباس و برادران بزرگوار ایشانه، که توفیق پیدا می کند در رکاب سید الشهدا به عنوان سربازان آن حضرت و به عنوان کسانی که خدا در واقع آنها را مصداق این آیه قرار میده: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. و قطعا حضرت ام البنین علیها السلام در تربیت چنین اولادی با داشتن چنین صفات نقش مهم سازنده و ارزنده ای داشته و در همین راه تا آخر عمر میمانه، با همین دیدگاه و باور میمانه و در همین راه هم آخر جان شیرین و عزیزش را از دست میده و مورد احترام خاص ائمه معصومین علیهم السلام بوده. تشکر از شما استاد گرامی. شما در رابطه با شخصیت حضرت ام البنین توضیحاتی دادین، گفتین ایشان رشد پیدا کرد، به یک کمالی رسید که مورد احترام ائمه معصومین واقع شدن، یعنی یک جایگاه ویژه در نسل پروردگار و ائمه معصومین قرار گرفتن. خب این داشتن چنین جایگاهی و تربیت کردن فرزندانی مثل که بارزترینشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، چنین شخصیتی برای که متن و یعنی دامنش دامنی باشه که چنین فرزندانی رو تربیت کنه، نیازمند یک خصوصیات شاخصهای وجود داشته باشه در وجودش، یعنی یک چیزهایی باید وجود داشته باشه که حضرت فاطمه ام البنین علیه السلام را متمایز کن از بقیه بانوان که ایشان در چنین جایگاه قرار بگیرن. همون شاخص ها و ویژگی ها رو برای ما توضیح بدین، چه شاخص هایی داشتن ایشان که ایشان این چنین
به نحوی میگیم که ایشنین درخشان کردن، از بقیه تمیز دادن، باعث شدن که شخصیت چنینی پیدا کنه. ببینید حضرت ام البنین علیه السلام دارای فضائل و کمال بود که اون کمال و فضائل سبب برتری آن حضرت، علو آن حضرت و عزت آن حضرت نزد ائمه معصومین و نزد خدا، چون حب ائمه حب خداست و چیزی که ائمه دوست داشته باشه خدا دوست داره، چیزی که نزد ائمه عزیز باشه نزد اهل بیت، نزد پیغمبر عزیزه و نزد خدا عزیزه. خب در واقع همین اصلا صفات و کمالات معنوی که انسان عزت میده، حتی در رابطه با انبیای الهی، اوصیای انبیا، مؤمنین، اصحاب ائمه، اصحاب پیغمبر. حالا بخوایم به طور ویژه و خاص نگاه کنیم که در حضرت ام البنین سلام الله علیها چه ویژگی ها و خصوصیاتی وجود داشته، زیاده که حالا ایشان نسبت به انسان های عادی و دیگر البته از بالاترین مرحلهش برخوردار بوده و الا بسیار از مؤمنین هم بعضی ویژگی هایی داره. یک از آن ویژگی حضرت ام البنین علیه السلام معرفتی و بصیرتی واقعی آن حضرته که حتی قبل از ازدواجی با حضرت امیر سلام الله علیه، میگه ما بعضی در تاریخ دارن که ایشان خوابی دید، این خواب رو به مادر بزرگوارش تعریف کرد و مادرش هم حسب شهادت تاریخ زنی دانشمند و متدینه‌ای بوده، لذا وقتی تعریف کرد به مادرش، مادرش گفت دخترم بشارت میدم به تو که بزرگ از بزرگان عرب به خواستگاری تو می آید و خداوند به تو فرزندانی رشید و فرزندانی نمونه عنایت میکنه و اینها، تا اینکه وقتی جریان خواستگاری حضرت امیر سلام الله علیه از حضرت ام البنین علیه السلام مطرح میشه، با یک عشق و محبت و شعف خاصه، نه تنها به عنوان اینکه امیر المؤمنین مرد شجاع است، امیر المؤمنین، نه، ایشان بصیرت و علم داشت، ایشان اعتقاد به امامت حضرت داشت، بصیرت داشت، فهم داشت. تنها این نبوده که حضرت امیر علیه السلام مال یک مرد نمونه و متدینه یا خلیفه مسلمین، بله، خلیفه مسلمینه، بالاتر از آن بود جریان، یعنی ایشان حضرت رو میشناخت، بصیرت نسبت به امامت حضرت و ولایت حضرت که ولایت مطلقه برای همه عالم هستی داره به اذن الله، حضرت این درک و فهم رو داشت، ولذا خوشحال میشه. خب قطعا معلومه کسی که همسر حجت خدا، ولی خدا، امام زمانش بشه، این خودش نیاز به یک توفیق و یک ویژگی و خصوصیتی داره. وقتی که هم حضرت امیر سلام الله علیه به برادرش عقیل فرمود که میخواهم از یک تیره یا طائفه شجاع برای این همسر انتخاب کنی، همین که حضرت امیر میفرماید من با این معیار و از طرف هم عقیل که نسب شناس بوده، آدم عجیب و خبره، خب میره حضرت ام البنین اختیار میکنه و حضرت امیر هم تایید میکنه، معناش اینه که حضرت ام البنین علیه السلام زنی با بصیرتیه، زنی است که از نظر معنوی دیگران در عصر آن حضرت، خانمهای دیگر یا هم عصر آن حضرت، به از نظر معرفتی و بصیرت به پای آن حضرت نمیرسه و اونم کسی که شایستگی همسری ولی خدا و امیر المؤمنین را داشته باشه. اولین ویژگی حضرت ام البنین همین میشه که آن حضرت بصیرت نسبت به ولایت داشت، معرفت داشت، نه اینکه در خانه حضرت امیر آمد بین اون یک همسری عادی بعد بزرگ شد، بله خب این تأثیر داشت، بزرگ شد، ولی نه که از قبلش هیچی نبوده به تعبیر، یا یک انسان عادی بوده، نه، اولین ویژگیش آن بود که حضرت در خانه پدرش یک زن، یک خانم جوان عادی نبوده، یک خانمی به تعبیر دیگر مؤمنه عالمه متدینه با معرفت و به گواهی تاریخ که ما داریم، بسیار از بزرگان راجبان حضرت نقل کردن و روایتی هم داریم که حضرت عباس علیه السلام علم را در کودکی از پدرش که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و از مادرش مانند جوجه کبوتر علم را چشیده است. یعنی حضرت را اینجا درست در ردیف حضرت زهرا نیست، در ردیف امیرالمؤمنین نیست، یا در ردیف ائمه معصومین و اهل بیت علیهم السلام نیست، ولی یک بانوی بسیار با فضیلت از نظر علم بوده که حضرت عباس با اون عظمت، ما روایت داریم که از مادرش و پدرش هر دو تا رو میگه علم رو فرا گرفته. پس در جوانی، در یاد در اون سن و سالی که حضرت خیلی جوانم بوده، یک بانوی نمونه‌ای بوده
که این لیاقت پیدا میکنه، این استعداد داشته، این ویژگی رو داشته که خدا او را بپذیره و حضرت امیر بپذیره که زمین سازی بشه که برای امام حسین سلام الله علیه در کربلا یا در راه خدا قربانیان را تربیت کنه که خدا او را بپذیره. پس اولین ویژگیش بصیرت آن حضرت، درک آن حضرت، فهم آن حضرت از ولایت. ویژگی دومش وفاداری آن حضرت که بانوی نمونه و با وفایی بوده که توانست فرزند با وفایی مثل حضرت عباس و برادرانش تربیت کنه و به این وفایش باقی میمانه و فرزندانش رو هم درس وفا به گونه ای میده. حتی در وقتی حضرت از حضرت امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه، از مکه به سوی عراق حرکت میکنه، در خداحافظه هایی که داره تاریخ نقل کرده که حضرت داشت یکی از فرزندان حضرت عباس را آرام میکرد، حضرت ام البنین داشت خداحافظی میکرد، بعد به فرزندانش و خصوصا به حضرت عباس علیه السلام که آخرین فرزندش را داشت ودا میکرد، حضرت ام البنین فرزندان دیگر رو ودا کرد، آخرین بار حضرت عباس را میگه سفارش کرد که نور چشم و قوت قلب حسینم باشید، یعنی مبادا امام حسین شما دست و نور چشم و قوت قلب حسینم باشید، ای مبادا تنها بگذارین. با تعبیرات مختلف تاریخ رو نقل کرده و از حسین مبادا چی دست بردارید. و خب قصهش رو بینندگان محترم قطعا میدانن که وفای حضرت عباس چگونه بود، به اندازه ای که وقت وارد دریا میشه تشنه، با اون وضعیت دوباره با لب تشنه از آب چی برمیگرده وفای حضرت عباس و در این را دست های مبارکش قطع میشه تا آخر قصه وفای حضرت عباس، برادری و اخوتش خب معروفه. از جمله ویژگی های دیگری که حضرت رو بزرگ کرد ادب حضرته که اینا تکمیل کنیم انشاءالله. حضرت وقتی که وارد خانه حضرت امیر شد میگه تاریخ دو گونه نقل کرده است. خب اگر وقت نیست انشاءالله بعد از وقفه در خدمت شما هستیم. تشکر استاد گرامی از این که زحمت دادن. انشاءالله بعد از وقفه ادامه بحث پی میگیریم. بینندگان عزیز یک مختصر وقفه داریم، انشاءالله بعد از دیدن یک میان برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. عمری برای داغ زهرا گریه کردی، عمری برای داغ زهرا گریه کردی، گریه کردی. هر نیمه شب هم پای مولا گریه کردی، گریه کردی. در پای تو خاک بقی از اشک گل شد، وقتی که گفتی وا حسینا گریه کردی، گریه کردی. اول برای زینب و داغ حسینش، بعدش برای دست سقا گریه کردی. یک بار دیدی که رباب از حال رفته، صد مرتبه مانند موج دریا گریه کردی. دیدی رقیه نیست جای او سکینه، هر بار که می گفت بابا
گریه کردی گریه کردی. خوب است که شام غریبان را ندیدی، با روزه های خار صحرا گریه کردی گریه کردی. بی بی نبودی، موی دختر بچه ها سوخت، قد تمام سینه زن ها گریه کردی. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، از اینکه همراه ما هستین کمال سپاس امتنان داریم. همچنان که گفتیم برنامه امشب ما حول محور زندگی حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها، استاد فرزانه توضیحاتی رو دادن، در ادامه بحث در خدمت استاد گرامی هستیم. استاد گرامی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد. در رابطه با این صحبت میکردیم که یکی از ویژگی هایی که سبب برتری آن بانوی بزرگوار شد بحث ادب آن حضرت بود. نقل کردن وقتی که حضرت میخواست وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها یا حضرت امیر بشه، تاریخی نداره که حضرت وارد نشد، میگه آمد دید که زینب کبرا علیه السلام نیست. حضرت فرمود تا زینب کبرا به من اجازه نده من وارد نمیشم. بعد میگه زینب کبرا سلام الله علیها وقتی آمد، حضرت فرمود که اجازه میدین من وارد این خانه شم؟ من نیامدم جای مادر شما رو بگیرم، بلکه آمدم من خادم این خانه باشم. به تعبیر دیگر ما آمدیم که شما رو خدمت کنیم. کنیزی شما. به ما اجازه میدین که ما کنیز شما باشیم، خادم شما باشیم. ببین این اوج ادب در مقابل اهل بیت. بعد میگه حضرت امام مجتبی و امام حسین سلام الله علیهما در اون روزها مریض بود، میگه مستقیم وقت وارد خانه شد، حضرت رفت بالا سر آنها رو نوازش کرد، حرفایشون رو گوش میداد، مثل یک مادر مهربان با آن حضرات صحبت میکرد و غم و غصه بیمادری رو از دل آنها بیرون میکرد. و هم در رابطه با آن حضرت نوشتن که وقتی گفتن که ایشان فاطمه صدا میکرد، فرمودن که من رو دیگه فاطمه صدا نکنید، به ما فاطمه نگین، مبادا بچه های فاطمه با شنیدن این نام یاد و خاطره مادرشان در ذهنشان زنده میشه، ناراحت میشه. خب این اوج ادبی که در محضر حجت های خدا در خانه ای که سه تا امام معصوم همزمان زندگی میکرد، زینب کبرا که تالی تلو معصومه، خودش حجت خداست و اون عظمتی که داره زندگی میکرد، حضرت با نهایت ادب و احترام با آنها زندگی میکرد و میفرمود که به من دیگه فاطمه نگین، مبادا زینب ناراحت بشه، مبادا امام حسین ناراحت بشه. و این ادب هم همین ادب را مثل که وفا را به فرزندانش انتقال میده به عنوان یک مادر، ادب را همین گونه به گونه ای که در تاریخ داره قطعا شنیدید و بینندگان محترم شنیدن و خواندن که که حضرت عباس علیه السلام هیچ وقت امام حسین رو برادر نمیگفت، سیدی و مولای، فقط میگه وقتی افتاد روی زمین حضرت فرمود که یا اخا ادرکنی، همیشه در مقابل حضرت مؤدب بود. و این ادب رو از مادر بزرگوارش که توصیه هایی کرده بود که مواظب فرزندان فاطمه باشید، و عجیب ادبی داشت. و نکته دیگر ولایت مداری آن حضرت بود که این محبت به اهل بیت یا این ادب که در وجود آن حضرت این کمالات موج میزد، در واقع ناشی از ولایت مداری آن حضرت بود که چگونه حجت های خدا را میشناختن و در مقابل حجت های خدا ادب را وفا را و تواضع را مراعات میکردن. ولایت مداری آن حضرت طوری بود، محبت آن حضرت به ائمه معصومین به عنوان حجت خدا طوری بود که همه عالم را فدای آنها میکرد. همونطوری که سریح کلام حضرت هم همینه که وقتی بشیر برگشت مدینه و خبر شهادت اهل بیت رو بده، خب فرزندان وقتی حضرت ام البنین سلام الله علیها را ملاقات میکنه، خب سوال میکنه از امام حسین، ایشان میگه که عظم الله لك الاجر في مصيبه ابنك جعفر. خب میگه که خب ایشان گریه میکنه، میگه اخبرني عن الحسين،
خب تسلیت میگم شما را در شهادت پسرت عبدالله. باز بالاخره تا میرسه به حضرت عباس، هر باری که هر کدوم از فرزندانش ذکر میکنه ایشون میگه از حسین برایم میگه اخبرنی عن الحسین. وقتی که میگه امام حسین شهید شده میگه رشته های قلبم رو پاره کردی. این بعد اونجا آخرین کلام اینه که من و فرزندانم و آنچه تحت این آسمان که بوده فدا لابی عبدالله، همش بدا امام حسین، از حسین بگو به من. بعد خبر شهادت امام حسین رو به ایشان میده. دقت کنید یک بانویی که فرزندانی با آن عظمت مثل حضرت عباس سلام الله علیه که باب الحوائج عند الله، مثل سه تا دیگر از فرزندان مطهر ایشان که شایستگی پیدا میکنه که من بارها عرض کردم ما نمیتونیم یک انسان عادی مقام شهدای کربلا را بفهمه، یعنی خدا چی امتیاز به آنها داد که حضرت امام حسین فرمود من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، یا هر کس باید بعد از ائمه معصومین علیهم السلام هر کی بخواد به جایی برسه باید خاک قبر شهدای کربلا را ببوسه و این عظمت دست پیدا میکنه. با اون عظمت این فرزندانش را در راه خدا تقدیم میکند، ولی وقتی که سوال میکنه میفرماید اخبرنی عن الحسین و آنچه که من و فرزندانم و آنچه تحت این آسمان کبوده فدای ابی عبدالله، و من از حسین خبر بده. خب این اوج ولایت مداری آن حضرت را میرسانه که چقدر در واقع به حجت خدا و ولایت ولی خدا پابند بوده و به ولی خدا چقدر محبت داشته و ارادت داشته و حاضر بوده که همونطوری که فرزندانش میگه، خب با این که خیلی از مادران خصوصا اونم اگه فرزندان مثل حضرت عباس باشه خب فدایی اولادشه، ولی خب شون میگه هر چه هست من و فرزندانم همه فدای امام حسین علیه السلام. خب این نشان دهنده ولایت مداری آن حضرته که از جمله ویژگی هایی است که سبب این برتری میشه، همونطوری که ما در رابطه با انتظار فرج روایتی داریم که بهترین اعمال انتظار فرجه. چرا؟ چون در انتظار فرج دوست داشتن ولی خدایه، دوست داشتن حجت خدایه، به یاد ولی خدا بودنه، دوری از معاصی و گناه. یا در بعضی روایات داریم که کسی که در انتظار فرج از دنیا بره شهید از دنیا میره، معناش اینه که کسانی که در وقت منتظر امر فرج باشه، منتظر امام زمان باشه، به یاد امام زمانه و همیشه آماده است که جانش را فدای امام زمان کنه، از گناه و معصیت دوری میکنه، و این عملا در وجود حضرت ام المؤمنین علیه السلام و فرزندان مطهرش شکل پیدا میکنه، بروز و ظهور پیدا میکنه، در عالم خارج به مردم این را نشان میده، تحقق پیدا میکنه که در واقع انسان چگونه باید در کنار ولی خدا باشه و چگونه ولی خدا را دوست داشته باشه و چگونه از ولی خدا تبعیت کنه، که ما امثال آن بی بزرگوار اگر نگیم بی نظیره شاید دو سه تا نظیری در عالم نداشته باشه، آره، غیر از ائمه معصومین یا غیر از فرزندان ائمه مثل حضرت زینب که نام مقامشون محفوظه. این کسانی خارج از این دایره بودن، ما اگر نگیم حضرت هستن بی نظیره در عالم، قطعا نظائر بسیار اندکی اگر داشته باشه. از جمله ویژگی های آن حضرت صبره. در قرآن کریم ما آیاتی داریم خداوند میفرماید ان الله مع الصابرین و بشر الصابرین، یا آیه دیگری در قرآن ظاهرا سوره زخرف خداوند کریم میفرماید در روز قیامت پاداش صابران بدون حساب داده میشه، یعنی اگه بدون حساب کتاب وارد بهشت میشه پاداشش بهشته، انما یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب، بدون اینکه برن بهشت. و یکی از اون کسانی که در این مقام صبر میکنه حضرت ام البنینه که بر مرگ فرزندانشون در راه رضای خدا، از این ویژگی ها، از این در واقع ملکه بالا و با عظمت نفسانه استفاده میکنه و خودشون نزد خداوند عزیز میسازد و لباس صبر را میپوشد به گونه ای که در واقع حضرت میشه یکی از صابران، یکی از صابران. و ویژگی های دیگری که برای آن حضرت شاید مجال بحث ما امروز نباشه، بیش از این شاید گنجایش نداشته باشه که بتونیم به سوال های بعدیم برسیم. تشکر از شما استاد گرانقدر. اشاره کردین به حادثه عاشورا و وقایعی که در عاشورا اتفاق افتاد، توضیحات اجمالی دادیم، بسیار تفصیلی برای ما بفرمایین موضع‌گیری حضرت فاطمه ام البنین علیه السلام، ایشان در رابطه با واقعه عاشورا چه موضعی داشتن نسبت به خود واقعه عاشورا، و همچنین بعد از واقعه عاشورا
موزه حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها چی بوده؟ چه موزه‌ای داشتن در مقابل با دشمنان دین؟ ببینید یکی از درس هایی که ما از مؤمنین و از عباد صالح خدا میگیریم اینه که ما اول حق رو بشناسیم، دوم به حق عمل کنیم و تبعیت از حق، و سوم دفاع از حق. این از ویژگی عباد صالح خداست که انسان باید از این تبعیت بکنه. و ما وقتی نگاه کنیم زندگی انبیای الهی، اوصیای انبیا، مؤمنین، امیر المؤمنین، اهل بیت علیهم السلام بر همین سه محور در واقع میچرخه: شناخت حق، عمل به حق و دفاع از حق. و در همین به هر میزانی که انسان و مؤمنین در همین سه بخش در این راستا تبعیت از انبیای الهی و اوصیای انبیا و ائمه معصومین داشته باشه، به همان میزان مسئولیتش را در قبال پروردگار عالم و دین و ارزش‌های دینی ادا کرده. و حضرت ام البنین علیه السلام یکی از اون کسانیه که به اندازه وسع و توانی که خدا به آن حضرت داده بود میبینیم که هم در شناخت حق، هم در به عملی به آن، هم در دفاع از حق در واقع نقش بسزایی داشته و ایفای وظیفه و ادای مسئولیت نمودن. وقتی که نگاه کنیم یکی از اون درس ها موضع‌گیریه. انسان نمیتونه بدون موضع‌گیری باشه، باید جهت را برگزینه. به تعبیر دیگر انسان یا با شیطان یا با خدا، ما راه سومی نداریم. یکی در بعضی قضایای ظاهری میگه انسان بی طرف باشه، در بعضی فتنه ها در امور معنوی و دین هم چنین چیزی نیست. انسان یا با دینه یا در مقابل دینه، یا حق یا باطل، یا حق یا باطل. بله، لذا حضرت ام البنین علیه السلام هم مثل سایر بندگان خوب خدا، مثل حضرت زهرا علیه السلام در قضیه عاشورا که رویارویی و تقابل حق و باطل بود، و اونم به گونه ای که در مقابل حق، در مقابل هم قرار گرفتن، حادثه ای را به وجود آوردن که در تاریخ بی‌نظیر بوده. حادثه ای که یعنی ما هر چی فکر کنیم عمق قضیه عاشورا رو نمیفهمیم، اصلا غیر معصوم نمیفهمه، اصلا خود این قضیه عاشورا رو چی برسه خود شخصیت امام حسین، این تقابل چی بود و چگونه مثل یک موج، مثل یک انفجار در واقع در تاریخ به وقوع پیوست. به هر میزانی که از نظر مکان و زمان بخوایم دور بریم از اون حادثه، میبینیم هر سال صدایش رساتر، گسترده‌تر، وسیع‌تر، عمیق‌تر، پرشورتر میشه. خب این چی در واقع تقابلی بود و چی حادثه‌ای بود؟ خب امروز ما اینو میبینیم. و حضرت ام البنین علیه السلام به عنوان یک زن مسلمان و مؤمن همینجا موضع‌گیری داشت، هم از اینکه جهاد از زنها برداشته شده بود ایشون هم تبعیت میکنه، چشم در خانه میماند، ولی به عنوان یک مادر مسلمان در واقع فرزندان را تربیت میکنه و فرزندانش در راه دفاع از حق میفرسته، که در این راه که حق خود امام حسین و با امام حسین و اطراف امام حسین میشرخه، فرزندانش باید در این راه قطعه قطعه بشه، باید چشم و دل و بازو امام حسین باشین شما تا شما زنده اید، مبادا گزندی به امام حسین برسه. این موضوع گیریه، یعنی دفاع از حق، باید دفاع کنید، یعنی بهتر از جانشان را که حضرت عباس باشه و فرزندان دیگرش را در مقابل شمشیر قرار میده و از حق دفاع میکنه. این بالاتر از آنی که میگه انسان باید با جانشان و با مالشان جهاد کنه، بلکه بعضی خب فرزندانشان میسازد حضرت عباس برای یک مادر از جانش هم شیرین تره، ولی خب این رو در راه خدا تقدیم میکنه و دفاع میکنه از حق و موضع گیری داره. و خب سهم مهم را در واقع در قضیه کربلا داشت حضرت به عنوان یک مادر مسلمان. 4 تا فرزندش رو در راه امام حسین قربانی میکنه، این سهم گیری. و موضع گیری که بعد از حادثه عاشورا داشته، حضرت در عزای امام حسین علیه السلام تنها اشک و ماتم نبود، حضرت گریه های آن حضرت شبیه گریه های حضرت زهرا بود. همونطور که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رفتن جانگداز پدر بزرگوارش، وقتی حضرت گریه ها داشت، گریه ها تنها گریه های فراق نبود، گریه های اعتراض بود، موضع گریه ها داشت حضرت، اظهار تظلم میکرد. حضرت میفرمود در اون گریه هاش، در اون شعرش معروفه، فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، یعنی اونقدر مصیبت بر من زهرا ریخته که اگر بر روز وارد میشد شب میکردید. حضرت داشت موضع گیریشو بیان میکرد، در واقع داشت موضع گیری سیاسی میکرد حضرت.
و همچنین گریه حضرت ام البنین علیه السلام میامد قبرستان بقیه چهار تا صورت قبر حضرت درست میکرد، گریه میکرد به اندازه حضرت گریه میکرد که حتی نوشتن مروان که با اون قساوت قلب و عداوتی که با اهل بیت پیغمبر علیه السلام و با امام حسین داشتن میامد زار زار گریه میکرد وقتی اشکهای ام البنین علیه السلام را میدید. لذا حضرت ام البنین از این گریه چند تا هدف را دنبال میکرد. یکی عزاداری بر امام حسین از بهترین اعماله، میخواست به دیگران درس بده، چون حضرت پرورش یافته در واقع یک خانه مثل خانه امیرالمومنین، خانه حضرت زهرا، یعنی در سایه وجود مقدس حضرت امیر امام حسن و امام حسین بزرگ شده و قطعا میداند چی به صلاحی آخرته، چی به صلاحی یک مؤمنه. حضرت میخواهد یاد بده منی که به عنوان مادران شهیدم، من به عنوانی که حکم مادری برای امام حسین رو دارم، برای امام حسن رو دارم، منی که همسر حضرت امیرالمؤمنینم، این کارم هست و این کار پسندیده است برای امام حسین، گریه کنید. همونطور که ما در روایات دیگر هم داریم که امام رضا علیه السلام فرمود ابن الشبیب این کنت باکن شین فبکی للحسین، یک که این بودم خب قطعا بود تربیتی بسیار بالایی داره که سفارش بزرگان هم همین بودن که قطعا حداقل اینه که انسان هفته یک بار بر ابی عبدالله علیه السلام گریه کنه، ولی روایات زیادی هم در این مورد وارد شده که وارد نمیشه. سیره بزرگان هم همین بوده. این بود خیلی دقیق و مهم مورد توجه حضرت ام البنین بوده از این گریه هایی که داشته، به تعبیر دیگر عاطفه محض نبوده، فقط دل بسوزه و اشک بریزه تمام، مثل یک بله مثل یک مادری که حالا در رسای اولادش گریه میکنه، تنها این بود نداشته، بود تربیتی داشته، چون گریه برای امام حسین متفاوته، گریه برای امام حسین اشک برای امام حسین آب نیست، آبرویه در واقع. یک و دوم بیان از با این گریه ها و ناله ها و اشعاری که در رسای فرزندانش با امام حسین می سرود می خوان، می خواست در واقع موضع امام حسین را برای دیگران تبیین کنه، جایگاه امام حسین برای دیگران تبیین کنه که چرا امام حسین و برای چی شهید شد، در واقع تبیین اهداف قیام امام حسین علیه السلام با دیگران. که حضرت با این گریه ها خیلی ها می آمدن، زن ها می آمدن، مرد ها می آمدن، گوش می دادن، استاد می شدن، گریه می کردن، خب می شنیدن کلمات حضرت را، نوه های حضرت را. سوم در واقع آشکار کردن چهره ظالمانه یزید و حکومت وقت که در واقع در ظاهر خودشان را متلبس به لباس خلافت پیغمبر کرده بود، که در شعار می دادن و سر و صدا می کردن که ما کشتیم کسان را که علیه امیرالمؤمنین خروج کرده بود. حضرت داشت با اون گریه هایش و با بیان مظالم اهل بیت و ظلم هایی که بر اهل بیت علیه السلام جاری شد، داشت حقیقتی در واقع اون چهره پنهانی که برای یزید و یزیدیان و حکومت وقت بود اون را آشکار می کرد که اینها چیکار کردن. و یکی از چیزهایی که اتفاقا در رویش حضرت زینب بوده و رویش حضرت ام البنین و اهل بیت علیه السلام این که ظلم ها را بیان میکرده. در واقع اصلا اینطوری بگیم، وقتی امام حسین علیه السلام اهل بیتش را میبره، یکی از وجوه بردن اهل بیت اینه که حضرت امام حسین صلوات الله علیه چهره دشمن را اونطوری که میخواست آشکار کنه تنها با خودش نمیشد، بلکه حقیقت پلیدی و خباثت دشمن بیشتر با بردن اهل بیت آشکار شد. یک میدان جنگ و نبرد و شمشیره، خب قطعا کسی که بکشه کشته میشه، زخمی کنه زخمی میشه، خب این خیلی در واقع پسته و رزالت دشمن معلوم نمیشه، مگر برای بالاخره کسانی که خودشون اهل درک و فهمن، اهل بصیرتن، ولی خب در برای عموم و انظار خب معلوم نمیشه. امام حسین علیه السلام وقتی خودش را به عنوان حجت خدا، فرزندانش را، یارانش را، اهل بیتش را فدای دین میکنه، اهل بیتش را که میبره، یکی از وجوهی بردن اهل بیت اینو نقل میکنه که اینها را بردن تا او چهره واقعی دشمن را و او خباثت واقعی دشمن را و او ظلمی که در نهاد اینها در این ظالمین وجود داره چه آشکار کنه. حتی شما مثلا طفل 6 ماهه را حضرت برد میدان، یا مثلا دخترش 3 سالش در مسیر راه شهید میشه، یا اهل بیتش را که از شهر به شهر از کربلا تا کوفه و شام مثلا میبرن، خب در این مسیر تمام خباثت دشمن آشکار میشه. خب ما میبینیم خطبه های حضرت زینب، خطبه های حضرت امام سجاد، بعدش وقتی برمیگردن در مدینه، وقتی اینها بیان میکنه و ناله های حضرت ام البنین، همه در همین راستاست که یکی از وجوهش، یکی از پیامدهاش و اهدافی که آنها دنبال میکنه معرفی کردن چهره حقیقی دشمنه، که تا اگر مردم
بر پستی اینها و خباست اینها و روحیه‌ای که اینها داره واقف نشه، براءت مردم ناقصه، شناخت مردم از اون حکومت ناقص و تبعیتشون ناقص، و در نتیجه شناخت نسبت ما به امام حسین و اهداف امام حسین و مسیر امام حسین هم ناقص خواهد ماند. چون به میزانی که ما بالاخره یک جهت را بشناسیم، به همون میزان جهت مخالف را میشناسیم. و تعبیر دیگر، به هر میزانی که ما ارزش نور را بدانیم، در واقع چی؟ تأثیرات منفی ظلمات و تاریکی را میفهمیم. به هر میزانی که ما قدر صحت و سلامتی را بدانیم، به همون میزان چی؟ درد را میفهمیم. یا به هر میزانی که شدت و ناراحتی درد را بدانیم، به همون میزان چی؟ قدر عافیت را میفهمیم. همون قانون معروف که تعرف الاشیاء بازدادها ها. لذا حضرت ام البنین علیه السلام با ناله ها و گریه هایش یکی از اهداف را که دنبال میکرد و این موزه گری حضرت بود که همیشه میامد در کنار قبرستان بقیه به گونه ناله میکرد که همه از گریه های آن حضرت به گریه میامدن. لذاست که مثل یک زن مسلمان میخواست یاد بده حضرت که هر کس میتواند به یک نحوی، هر کس به یک نحوی با اون استعداد و توانی که داره میتونه از حق دفاع کنه و به حق عمل کنه و در واقع در اضمحلال باطل و در نابودی باطل و در شکن کردن یا معرفی اهل باطل حداقل چی سهم داشته باشه. و حضرت این کار رو به اندازه توانش انجام داد، مثل زینب کبرا علیه السلام که ایشان خب متفاوت بود و قضیه آن حضرت کاملا جداست. تشکر از شما استاد گرامی. خب وقتی که چراغ عمر بی بی بانوی فرزانه به پایان میرسه، خب هر کسی حالا به نحوی شاید در گیته تاریخ آمده باشه که به چه نحویشان دار فانی رو ودا گفتن، نسبت به وفات اون حضرت و نسبت به چنین شخصیت بارزی حتما نیاز یک عنایات و کراماتی نسبت به شیعیان و محبینش داشتن. در رابطه با کرامات حضرت و نحوه وفات حضرت برای ما و شما بینندگان عزیز که شنونده ما و بیننده ما هستن توضیح بدین. مشهور و معروف همینه که حضرت در اثر همین گریه ها و ناله ها و مصائبی که بر حضرت وارد شد بعد از فرزندان مطهرش، بعد از سید الشهدا علیه السلام، ایشان 9 سال گریه کرد. معروف اینه که در سال 70 حضرت از دنیا رفته، 61 واقعی کربلا بوده، بعد 1.5 سال بعد حضرت زینب علیه السلام به شهادت میرسه و از دنیا میره، با اون مصائب بر حضرت وارد شد. و حضرت ام البنین 9 سال، معروف اینه که 9 سال بعد از حادثه عاشورا زنده بوده حضرت، و در اثر همین غصه ها و آلامی که حضرت مدت 9 سال گریه کرد بر امام حسین و بر شهدای کربلا، حضرت از دنیا رفت. و آخرین درس رو که در واقع میشه بگیره انسان، چرا همسال ام البنین، همسال سلمان، همسال اسماء و فضه به چنین جایگاهی دست پیدا میکنه، چرا میشه کمیل، چرا میشه میسم تمار؟ خب یگانه همین که انسان یک ترک گناه و معصیت که از خدا بخواهیم کمک کنه، دوم تبعیتی از ولی خدا و محبت اهل بیت، و خصوصا عشق برای امام حسین که در ایام شهادت حضرت زهرا که هفته قبل بود و در شب رحلت جان گداز ام البنین قرار داریم، که آن حضرت یکی از کسانی که بود برای امام حسین خیلی گریه کرد که داره 9 سال برای امام حسین و فرزندان مطهرش، فرزندان خودش گریه کرد. و یکی از چیزهایی که میشه انسان رو دستش بگیره و نجات بده توسل به سید الشهدا صلوات الله علیه، که زندگی ما را، دنیا و آخرت ما را آباد و درمان خواهد کرد ان شاء الله. تشکر از شما استاد گرامی که وقت گرامیتون رو در اختیار ما قرار دادیم. خیلی ممنون که قبول زحمت کردیم. بینندگان عزیز، از این که بیننده این بخش از برنامه ما بودین کمال سپاس و امتنان داریم. انشالله که شفاعت و عنایت بی بی بانو حضرت فاطمه ام البنین علیه السلام همیشه شامل حال ما و شما بوده و هست و باقی باشد. یک بیت شعر از گفتگوهای خود بانو که به زبان فارسی ترجمه شده ختم کلام باشه، و بعد از او همه شما رو به خدا میسپاریم. من را دگر ام البنین نخوانید، من را دگر ام البنین نخوانید،
زیرا که من دیگر پسر ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.